احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما همراه شد. آقای علوی، ما در چند روز گذشته شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت دلار در ایران بودیم. فکر می‌کنید چه دلایلی باعث شده تا قیمت دلار این چنین لحظه افزایش پیدا کنه؟ خب یک سلسله دلایل ساختاری وجود داره که این باعث شده که در طی 40 سال گذشته قیمت دلار گاه به تدریج گاه به شدت و ناگهانی بالا بره. در شرایط فعلی به جز اون دلایل ساختاری مثل ناترازی اقتصاد ایران، بیاد بیاریم که اقتصاد ایران اگر بخواد در یک شرایط متعارف، یعنی یک رشد اقتصادی مناسب، تورم پایین و بیکاری پایین فعالیت بکنه، طبیعتاً میبایست منابع ارزی بیاد تو و بنابرای تخمینهایی که وجود داره چیزی بین 200 تا 300 میلیارد دلار در سال میبایست تزریق بشه به اقتصاد ایران. اما در شرایط فعلی شاید یک سوم این مبلغ در اختیار حاکمیت باشه، استفاده بشه و در نتیجه این عدم تعادل میان نیازهایی که وجود داره و همچنین مسئله دسترسی به دلار موجب شده که این شرایط وجود بیاد. نقش تحریم‌های بین‌المللی در این مورد زیاده و البته التهاب سیاسی داخلی و خارجی. حاکمیت الان ما چند ماهی اخیر رو اگه نگاه بیاندازیم ببینیم که نه ابتکاری داره در عرصه سیاست خارجی و اساساً پرونده برجام کنار گذاشته شده و در نتیجه خب این التهاب سیاسی ایجاد میشه در ارتباط با مسائل خارجی. در ارتباط با التهابات داخلی هم همینجوره، به این معنی که هرچند به هر حال حاکمیت دست داده به سرکوب، اما از اونجایی که سرمایه اعتماد اجتماعیشو از دست داده طبیعی است که قیمت دلار بالا میره و این عجیب نیست. چرا؟ برای اینکه پشتوانه اصلی قیمت پول ملی این اعتماد و به اصطلاح سرمایه اجتماعی حاکمیت و همچنین ذخایر. این ذخایر محدود، ذخایر ارزی، ذخایر دسترسی به اونها محدود و سرمایه اعتماد اجتماعی هم فرو می‌ریزه. بنابراین بازیگران عرصه اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده، وارد کننده احساس امنیت نمی‌کنه و سعی می‌کنه خودش رو به نوعی بیمه بکنه با خرید دلار. این التهابات سیاسی، سیاست خارجی و نبود چشم‌انداز طبیعی است که اون به اصطلاح تورم انتظاری رو دامن میزنه و تورم انتظاری به معنی سقوط ارزش پول ملی است و این موجب میشه که قیمت ارزهای بین‌المللی بالا بره. خب آقای علوی، به نظرتون دولت اصلا برنامه‌ای داره برای برون رفت از این وضعیت و این بحران؟ خب خیلی ها بحث برنامه میکنن، منتها بیاد بیاریم برنامه تنها یکی از شرط های حل مشکلات هست. دولت نه تنها برنامه ای ندارد، اساسا کادری که الان یا تیم اقتصادی دولت یا اصلا بگیم تیم مدیریتی کشور بسیار ضعیفه، هم به صفت فردی هم به صفت جمعی کارآمد نیست. افزون بریم باید فساد رو افزون. این سرمایه که الان فرار میکنه از ایران بخشی مربوط است به مقامات حاکمیت که دسترسی دارن به منابع پولی و همچنین دلار یا اموری از این قبیل و کانال‌های خودشون رو دارن. از این مسئله که بگذریم، خب طبیعی است قدرت اجرایی یا قوه مجریه حتی اگه برنامه خوبی هم داشته باشه حاکمیت نمیتونه اجرایی بکنه اون رو، به خاطر ناکارآمدی و فساد گسترده‌ای وجود داره و عدم اعتماد. تأکید میکنم روی عدم اعتماد به حاکمیت. چرا؟ حاکمیت مشروعیت خودشو از دست داده، مقبولیت خودشو از دست داده، گفتمانش دیگه نمیتونه تاثیرگذار باشه در رفتار مردم و ما این رو دیدیم در این تظاهرات چند ماه اخیر. بجز این قضیه خب حاکمیت منابعی هم نداره، یعنی بجز اون نداشتن برنامه کارآمد به اصطلاح سازمان، مدیریت و مسائلی از این قبیل، خب منابعی نداره. گفتم یک شکاف اساسی وجود داره بین 200 تا 300 میلیارد نیاز و چیزی بیش از یک سوم این دسترسی به منابع. بنابراین هیچ شرطی وجود نداره برای اینکه حاکمیت بتونه از این در واقع مخمصه به گونه بیرون بره و بنابراین سعی میکنه به شکل روزمره مسائل رو به نحوی مدیریت بکنه، نه مدیریت بلکه سوء مدیریت بکنه. بله آقای علوی، این افزایش قیمت دلار روی قیمت دیگر اقلام و کلاها در ایران هم تاثیر داشته. امریکا موجب اعتراضات مردم شده، تصاویر رو دیدیم، ویدیوهایی که پیش از اینکه با شما مصاحبه رو شروع کنم با هم دیدیم. فکر میکنید این چقدر زندگی رو برای مردم در ایران سخت‌تر کرده؟
از اون جهت که سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت ساقط شده، این به معنی سقوط اعتبار پول ملیه و این معنی حاکمیتی داره. یعنی وقتی یه حاکمیت مهمترین ابزار اقتصادیش که پولش باشه، دیگه اعتباری نداره، دیگه کاری نمیتونه انجام. بنابراین مردم، شهروندان روی میارن به ارزیابی و ذخیره ارزش به وسیله پولهای خارجی مثل دلار یا یورو یا پولهای معتبر بین‌المللی. طبیعی است که در چنین شرایطی اقتصاد ایران دلاریزه شده، نه الان بلکه در سالهای گذشته به طور بلند مدت دلاریزه شده. بله. بنابراین قیمت گوجه یا نمیدونم فرزن نان، بله، یا هر چیز دیگه، بله، تعیین میشه. بله آقای علمی، بسیار متشکرم از شما.